سه ترفند دارک فوتبالی که شما به عنوان بازیکن فوتبال نباید بدونی. خب واسه چی داری میگی بهش؟ یک، بخشی از بازیکن خوب و باهوش بودن بازیگر خوب بودنه. برای مثال خیلی از صحنه‌ها رو داور به وضوح نمیتونه ببینه و بلافاصله تحت تاثیر واکنش بازیکن قرار میگیره، به خصوص توی فوتبال پایه. بخوام یه مثال خوب براتون بزنم. برای مثال یه توپی از پشت دروازه میره بیرون که صحنه‌اش نسبتاً مشکوک بوده، اگر شما سریعاً دستتو نیاری بالا و نگی کورنر، بازیکن حریف میگه ضربه دروازه و احتمال اینکه داور سوتی بزنه که به نفع حریف باشه و ضربه دروازه بگیره تو این صحنه خیلی زیاده. در نتیجه شما باخت دادی. نکته دوم، تو محوطه جریمه قهرمان بازی در نیار. تحت تاثیر کلیپ انگیزشی که قبلا دیدی قرار نگیر. اگر تو محوطه جریمه هستی و بازیکن حریف رو خطا کرده، کوچکترین لمسی رو شما رو کرده، خودتو باید تو این صحنه بندازی زمین. نمیگم تمارز کنی یا به هیچ وجه نه، ولی وقتی بازیکن حریف شما رو میزنه و خودتو نمیندازی زمین، در برابر افتادن داری مقاومت میکنی، تو این صحنه شما به داور داری کمک میکنی که این سوت نزنه، کار داور رو داری راحت‌تر میکنی. پس با کوچکترین لمس بهتره که خودت رو بندازی روی زمین. نمونهش بازی دیشبه بایر مونیخ و بایر لورکوزن بود بچه‌ها، که بایر مونیخ 2-1 تا دقیقه 90 جلو بود، ولی دقیقه 90 یه لمس کوچیک روی بازیکن لورکوزن خودش رو میندازه زمین. داور تو اون لحظه جالب اینجاست که خطا نگرفته بود، اون بازیکن بایر لورکوزن از زمین بلند نشد تا داور بره و وی ای آر رو چک کنه. وقتی وی ای آر رو چک کرد دید که پنالتیه، ولی اون بازیکن تازه از روی زمین بلند شد. ببین تا چه حد یه بازیکن میتونه زرنگ و باهوش بشه، چقدر یه بازیکن میتونه تیزوش بشه. و پنالتی رو زد و بازی 2-2 تموم شد به خاطر تیزوشی بازیکن بایر لورکوزن که وقتی زدنش در برابر افتادن مقاومت نکرد. و اما نکته سوم، ویژه مهاجمینه. اون نکته‌ای که میخوام بهتون بگم چیه که ویژه مهاجمینه و بسیار مهمه. این نکاتو شاید کسی به شما نگه، ولی من لئو سعید به شما میگم. حالا چطور میخوام بگم؟ بیاید بریم روی تخت کوچ بچه‌ها. روی تخت کوچ کاملا مورد سوم واسهتون توضیح بدم. خب آقا بریم که تخت کوچمونو باز کنیم. چقدر شلوغ اینجا. بذار اول من اینو اینوریش کنم، بقیه رفیق رفقامونو بذاریم اینور، داورم بذاریم اینور، حالا یه نفره میاریم اینور و شروع میکنیم. اصل کار رو میخوام بهتون بگم بچه‌ها. داستان چیه؟ ببینید، دو تا نکته از مهاجم میخوام بهتون بگم. نکته اول اینه که اگر مهاجمی اینجا مدافع هم حواستون باشه رکب نخورید سیدا. داستان چیه؟ به عنوان مهاجم مثلا فکر کنیم میخواد به شما اینو دریبل کرده و میخواد یه سانت کنه یا پاس تو در بده، شما اگر اینجا یک نواخت حرکت کنی مخاطبم، خب ببینیم مخاطب چرا مدافع میاد و باهات اینجوری حرکت میکنه، اوکی. حالا خب دستو میخونه دیگه تو این شرایط، پس بعد چیکار کنی؟ بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که یه لحظه بیا اینور، اینو بیاد اینور، بیا اینور، این میاد اینور، حالا خودتو جدا کنی. نمونهش گل کریم بنزما. بریم ببینیم، بیایم نکته دوم مهاجمم بهتون بگم. ببینید که نشون میده میخواد از پشت مدافع حرکت کنه، ولی مدام به شکل زیگزاگ تغییر جهت میده. و اما نکته دوم، به عنوان یک مهاجم سعی کنید که اینجور ببین در رأس و دایره دید این مدافع نباشی. بهتره چیکار کنی؟ با این قایم موشک بازی کنی. قایم موشک تو فوتبال شاید باورت نشه ولی واقعیه. چیکار می‌خوای کنی؟ ببین، بیا پشت سرش، اینو نگران کن، استراب کن که الان کجا شما. یه بار بیا این ورش، یه بار بیا این ورش، یه بار بیا این ورترش. ببین همش قایم موشک بازی کن، مدام این ور اون ورش ظاهر شو. با این کار شما مدافع رو میترسونی رفیقای مهاجم من. و این مدافع شما هم به این ترفند آگاه باشی. حالا پس حالا وقتی این بازیکن مثلا هافبک خاص به شما پاس بده، اگر اینجایی کافی یه قدم بیای عقب‌تر بعد استارت خودتو بزنی. اوکی، حالا بریم دوباره تو سالن. جمله نهایی و مهم دیگه هم بهتون تو سالن بگم. خب رفقا، به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر این ویدیو و این صدا طرفم برات مفید بود و حال کردی، حتما تو کامنت ها بهم بگو، ویدیومونو لایک کن و کانالمونو سابسکرایب کن. خیلی دوستتون دارم، حتما ویدیو قبلیمونم ببینید، کلی نکات آموزشی خفن داریم. تا ویدیو بعدی، آموزش بعدی، فعلا.